بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و بیننده‌های محترم تلویزیون ملی به گونه‌ای که شما هم اشاره کردین سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رهبران طالبان مقیم دوحه برای 90 روز تحریم‌هایشان معاف کرده ای در بجایی که به روند صلح کمک کنه متاسفانه میتونه به روند صلح صدمه برسانه و دلیلش هم است که طالبا تصوری کاملا غلط دارن و به اندازه جسور شدن که به این فکر شدن که با مشخص شدن زمان خروج نیروهای بین المللی میتونن افغانستان را به زور و از رای نظامی اشغال کنن و به این خاطر حملات بسیار گسترده سراسر افغانستان و مخصوص در ولایت شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان را اندازی کردن و بیشتر از 50 ولسوالی را اشغال کردن صدمه سخت به تاسیسات عام المنفعه به مردم ملکی وارد کردن در واقع در بعضی موارد به حقوق بشر نقض کردن به جایی که جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد طالبان را معاف کرده به نظر من لازم است که برای یک مرحله از دولت افغانستان و از نیروهای دفاعی امنیتی حمایت قوی صورت بگیره تا و از نیروهای مردمی که در افغانستان شکل گرفته این نیروها تا طالبا صادقانه به صلح معتقد شوند در حال حاضر طالبا به صلح باور ندارن و وقت کشی میکنن فرصت ایجاد میکنن و از این فرصت میخوان که از رای نظامی قضیه افغانستان یک طرفه کنن که به نفع افغانستان نیست و حالی که نیروهای مردمی در سراسر افغانستان بسیج شده به نظرم بهتر است شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی باید از دولت افغانستان و نیروهای دفاع امنیتی و نیروهای مردمی که در سراسر افغانستان قیام کردن از این نیروها حمایت کنه تا طالب به صورت واقعی معتقد شوه که از رای نظامی نمیتونه در افغانستان پیروز شوه و تنها راهی که میتونه پیروز شوه از رای گفتگو و تلاش دیپلماتیک و از رای سیاسی و از رای دوحه و استانبول و کنفرانس استانبول است تا زمانی که طالبا به اعتقاد نرسن متاسفانه هر گونه معافیت و رفع تحریما از طالبا اونا را بیشتر جسورتر می سازه و برای از اونا فرصت بیشتر می ده که حملات بیشتری را علیه دولت و ملت افغانستان را اندازی کنند. تشکر.